آقا سلام علیکم، خوش اومدیم به کانال یوتیوبی من. امروز داریم کجا میریم؟ دارم میرم سئول. ببین صبحونم گرفتم، دارم میرم سئول. تا سئول اگه با اتوبوس بری مثلا یه حدودا یک ساعت راه، تا اون گنگنام که اون تهران هم بری یک ساعت و نیم. با ماشین خیلی نزدیک‌تره، منتها چون جای پارک نداره من همیشه مجبورم که با مترو برم. حالا امروز قراره با هم دیگه سئول گردی کنیم، بریم جاهای مختلف سئول بهتون نشون بدم. اولین جایی که دارم میرم ایونت جمهور، یکی از اعضای BTS که اونجا باید بلیط می‌خریدی وارد فروشگاه بشی و اجازه داشته باشی که مثلا عطر و اتولون و گردنبند و این چیزا رو بتونی بخری. حالا بریم با هم دیگه جای دیگه هم میریم سئول ببینیم چه خبره. اتوبوس شدم، ببین با این اتوبوس تا ایستگاه مترو میرم، بعد از اونجا میرم تا ایستگاه مترو که میخوام برم. کنار خونم هم هست ولی از اینجایی که میخوام برم نزدیکتر. بعدش اومدم سوار مترو شدم. من رسیدم میونگونگ اینجا توی سئول. بریم به محل ایونت. اونجا چه خبره؟ ببین دیگه هوا تو کره سرد شده، باید لباس گرما رو در بیاریم. این همه لباس چیز برای چیه؟ نمیدونم این پلیس ها برای چیه. ما باید از این ور بریم. ما هم خیابونای کره رو ببینیم. میبینی با این که انقدر شلوغه اصلا بوق نمیزنه. نامسان رو میبینی؟ این از اینجا دیده میشه. یاد میمین نامسانه. ما رسیدیم بالاخره به ایونت. ببینی همین فروشگاه، منظورم کلا خارجی خیلی زیاده، همیشه بیشتر انگار طرفدار خارجی هستن تو کره، چون من هم دفعه پیش اومدم پر خارجی بود، الان اینجا هم خارجی. ببینیم چه خبره. خدا شکر اون دادن میرم بالا. دفعه پیش که اومدم همین آقا بود، گفت نمیشه بده بلیط اینجا یا بلیط بگیری. اینجا صفه و صف وایسی از نیم ساعت مونده تا نوبت هم بشه. آقا من از اینجا رو مجبورم صدا بذارم روی ویدیو، چون یوتیوب کپی رایت میزنه و دیگه با صدای خودم میذارم. اینجا بلیتو گرفتم و بعد از کلی انتظار وارد سالن اصلی شدم. کلی از جایزه هایی که جونگکوک برده بود، رکورد هایی که زده بود مثل اسپاتیفای و اینا رو گذاشته بودن و میتونستی باشون عکس بگیری. خیلی جاها نمیذاشتن ویدیو بگیری و میگفتن که ویدیو گرفتن ممنوعه. حالا من چند تیکر براتون گرفتم. کلی از لباس های جونگکوک هم که توی ویدیوهای مختلف پوشیده رو گذاشته بودن و میگفتن این همون لباسیه که حالا تو ویدیو تنش بوده و لباس اصلیه و با کلی پوستر از جونگکوک میتونستی عکس بگیری. خیلی هم آرمی های مهربونی اینجا بودن و باهات خیلی خیلی خوش رفتاری میکردن. همون شد عکساش، لباساش بود، آهنگ بخشون میتونستی با هدفون گوش بدی اینا. الان دارم میرم به سمت استور، تیکتشو گرفتم، بریم ببینیم چی مونده بخریم. بعدش وارد طبقه بعدی شدم که اینجا مستندش هم داشت پخش میشد و قسمت هیجان انگیز فروشگاه. ببین من اینا رو گرفتم، از هر کدوم فهمیدم یه چیزی گرفت، خیلی هاشم نبود، نتونستم بگیرم. مثلا اون تیکه تلاش و اینا رو نتونستم بگیرم، اتکلم نتونستم، نبود. همینا شد 30 میلیون تومان، 500 دلار. من خوشحال و شاد از اینا رو تونستم بگیرم چون خیلی سخت میشد گرفت. حالا دارم میرم ببینم، خیلی سنگین شد دستم، میخواستم برم سئول گردی اینو نمیدونم میشه رفتم. آقا من نشستم اینجا اینا رو گرفتم، دارم قصه میخوام، خیلی زیاد شد ولی اشکال نداره. 500 دلار شد. ببین چیه، آرمیایی که کلا اینجا هستن از کشور دیگه اومدن، خیلی مهربونن، خیلی باهات خوش رفتاری میکنن، میان ازت تعریف میکنن، بیام ازت عکس بگیرم فلان، اینا خیلی مهربونن، خیلی.
اینم خیابون میوندونگه که نزدیک به همین ایونت بود. خیابون میوندونگ یه خیابون خیلی توریستیه که کلی چیز میزای مختلف داره و برای توریستا خیلی جذابه، مثلا لوازم پوستی های مختلف، غذاخوری های باحال، کی‌پاپ شاپ، اکسسوری فروشی، لباس فروشی و کلی چیز میز. اینجا هم اکسسوری فروشیه. این اکسسوری فروشی خیلی خیلی معروفه توی کره و ببینید چند انگشتری باحالی هم گذاشته. این حلقه های کایلیش خیلی محبوب و اینا. چرا این اکسسوری فروشی محبوبه؟ چون که مثلا اومده گوشوارهایی که بازیگر یا خواننده مختلف گوششون کردن عکسشو گذاشته و دقیقا همون گوشواره بهش همون شکلو گذاشته و میتونی بخری و میتونی از رو عکس هم آیدل مورد نظرتو پیدا کنی و گوشواره یا گردنبند یا هر چیزی که پوشیده رو انتخاب کنی کنار عکس. و خیلی جالبه این کارش. اومدم نماینده آدیداس، سامبا و نایکی و این چیزا توی کره از همه جا ارزون تره. الان این مثلا 120 دلاره. از دبی یا ترکیه اینا خیلی ارزون تره. بعد یه چیزی هم بهتون میگم، این هر اگه میایین کره این اولیویانگا رو حتما بیاین. بهترین جایی که میشه تو کره اومدم این اولیویانگه. بهترین سوغاتیه که لوازم پوستی از کره، یکی کی یکی هم چیزه کفش. اینجا هم کی‌پاپ شاپه. اینجا هم کی‌پاپ شاپه که توی اکثر خیابونه کره جنوبی میتونی پیدا کنین کی‌پاپ شاپ ها رو. اکثر آلبوم ها گروه های مختلف و مرچ هاشون رو داره و خیلی فضای باحالیه و اگه علاقه به کی‌پاپ داری بهت خوش میگذره. آخر اسپانیه رو الان دم در ایونت دیدم، گفتش که گفتم بشه من اینجا زندگی کنم. گفت بای خوش باحاله، من آرزومه از اسپانیا بیام کره زندگی کنم. گفت هر کاری باشه اینجا میکنم، میخوام بیام کره زندگی کنم. این کی‌پاپ یعنی جذب میکنه همه رو از کشورهای دیگه و یه عامل جذب توریسته. جالبیش اینه که ما خیلی از این آلبومایی که اینجا گذاشتن توی ایران موجود داریم و میتونید از کی‌پاپ شاپ ما توی ایران بخرین. مثلا این فوتوبوک های تهیون هنوز موجوده و کلی چیزای خفن دیگه. آلبومای میوز و آلبومای تهیون و همه آلبوم‌ها از همه گروه‌ها رو گذاشته و اینم که می‌بینید که چقدر کی‌پاپ تونسته کره رو محبوب کنه تو دنیا و یکی از عوامل جذب توریست به کره. این قسمت هم شکلات های مختلف گروه های مختلف رو گذاشته. البته شکلات گلدن رو من اینجا پیدا نکردم چون من اون شکلات رو خیلی دوست دارم، ولی خب شکلات های بقیه گروه ها بود و میتونستی بخوری از این خوشمزجات بگیری. قسمت میوندونگ هم معروفه به خاطر غذای خیابونیش. اینجا مثلا شبا خیلی شلوغ میشه، میان را میرن غذای خیابونی میخورن و کلن اینجا رو خیلی دوست دارم. هر روز داره کی بیوتی گسترده تر میشه. خیلی ها میان از مثلا کشورهای دیگه مثلا میان به اسم کی بیوتی برند میزنن توی کره. باید حواست باشه چیزایی رو بگیری که تو دنیا معروفه، تو کره معروفه. میدونی چی میگم؟ چیزایی تو اولیویانگ مثلا زیاد همه اولیویانگ ازش داره. ما معمولا چیزایی رو میذاریم که مثلا خیلی معروفه برای فروش، چون که کی بیوتی داره گسترده میشه، هر کسی مثلا میاد یه برندی برای خودش توی کره میزنه. ببین تازه الان مثلا روز تعطیل نیست و اینا چقدر شلوغه. اکثرا خارجی هم از اینجا هم دوباره نامسان معلومه. هوا الان خیلی خوبه، است خوبی داره. این شد من یک ساعت و نیم راه دارم با مترو که برگردم شهر خودم. میشه که به همه شهر اینجا مترو داره. اینا رو هم که میبینین این مثلا برای این تو مترو اگه وسایل هستیم بری جی بگردیم میتونیم یه تو این لاکوما بذاریم تو این صندوق های امانا، یه پولی هم میدی برای اجاره میذاری و میری وقتی برگشتی برمیگردی.